سلام دوستان امیدوارم هارتو خوب باشه به مبحث دروپال 7 خوش اومدید یا دروپال 7 خوش اومدید تو این مبحث بهتون توضیح میدم که چرا ما دروپال رو انتخاب کردیم که بالا باش کار بکنیم و این تنها آخرین سی ام هستش که ما انتخاب خواهیم کرد و باش کار خواهیم کرد سی های زیادی هست توی بازار ولی انتخاب اول ما حالا وردپرس بود بعد بعد جوملا بود و بعد, بعد الان هم دروپال 7 هست بهتون میگم چرا ما از جروپال استفاده خواهیم کرد و اون رو توسعه خواهیم داد و بعد از اینکه درساش ایشالا تموم شد دنبال دیولوب کردن هر سه تا سی خواهیم گشت و اونا رو بیشتر توسعه خواهیم داد تا اینکه سی جدیدی به شما معرفی کنید اما اسم من امیر حسن عظیمی هست و من صاحب سایت پارس کلیک هستم پارس کلیک و اونجا شما میتونید تمام تمام مبحث های ویدیو هایی که من ساختم اونجا برید پیدا بکنید تو قسمت ویدیو ها فایل ها و اکسرسایز فایل ها رو میتونید برید از انجمن وبسایت درست بکنید و دانلودش بکنید حالا یه CMS چی هستش من اینجا توضیح دادم به شما قبلا توی مبحث جوملا و وردپرس به شما توضیح دادم CMS چیه سی ام مولتی یوزر هست مولتی یوزر یعنی اینکه شما میتونید چی داشته باشید ادمینستریتور نمیدونم نویسنده پابلیشر همه اینا رو میتونه داشته باشه یعنی یه نفر دو نفر بیشتر میتونن به وبسایت شما لاگین کنن تا که خود شما که مثلا ادمینستریتور هستید و اجازه های مختلفی رو به شما بهشون میده مثلا ادمین میتونه همه چیز رو پاک بکنه تمام نمیدونم اضافه بکنه خیلی کارا رو میتونه انجام بده ولی مثلا نویسنده فقط میتونه چی بنویسه حتی پابلش هم نمیتونه بکنه و خب اجازه های مختلفی رو به وبسایت شما میده و تمام محتوا رو به صورت یک نواخت به شما نشون میده حالا توی جروپال یه مبحث هست به نام نودز که من در بیشتر صحبت خواهم کرد اما تمام محتوا داخل سی ام ها همشون چی هن؟ جمع میشن و نمایش داده میشن به صورت ویوز که توی جروپال به صورت ویوز نمایش داده میشن تمام محتوا و پخش میشن به صورت حالا میتونید به صورت RSS نگاهشون بکنید به صورت پرینت یا اینکه توی اسکرین هم میتونید نگاه بکنید یعنی RuPaul برخلاف سی های دیگه پرینت هم به شما میده و RSS هم به شما میده و به صورت چی RDF ترجمه میشه و تمام کانتنت و محتواش هم کنسیستنت هست consistent یعنی یک نواخت هستش و در آخر اینکه تمام محتوایی که شما دارید توی CMS شما جدا از طراحی شما هست یعنی جدا از دیزاین شما هست دیزاین شما متفاوته و خب محتوای سی متفاوت هستش و اینجا میخوام در مورد تکنیکال اسپکت صحبت بکنم تکنیکال اسپکت یعنی مشکلات یعنی تمام مبحث تکنیکالش Uh, بعد بدونید که CMS سرور سرور هست یعنی نرم افزاری هستش که داخل سرور قرار میگیره دروپال هم همینه و به دیتابیس وصل اکستنسیبل هست یعنی uh, میتونه چیکار بکنه uh, شما اکستنسیبل یعنی که شما میتونید بهش فانکشن های زیادی رو اضافه کنید دیدید که فوردپرس ما مدول اضافه کردیم نمیدونم ویجت اضافه کردیم دروپال uh, هم همینه تمام CMS ها هم همینطوری هستند شما میتونید بهش اضافه بکنید هر چی خواستید و ادمنستریتور و شما وقتی لوگین میشید اون صفحش جدا هستش با صفحاتی که شما میبینید با ویوینگ که شما میبینید خب اینا رو همتون میدونید اگر بخواید در مورد سی بیشتر اطلاعات کسب بکنید بعد برید داخل صفحه که ویکیپیدیا هست به نام اگه اگر تایپ بکنین لیست of لیست اف کانتنت منیجمنت تمام کانتنت منیجمنت سیستم ها رو به شما میده که یکی دو تام نیستش خیلی زیاده و میتونید برید داخل سایت cmsreport.com و ببینید که cms ها الان چه دارن کار میکنن ریپورتش رو ببینید و یکی از وبسایت های خیلی معروف cms matrix هست که کامپر میکنه مقایسه میکنه cms ها رو برای شما بغلش تیک میزنید و بعد دکمه کامپر رو میزنید کامپر میکنه کدوم CMS به درد کار شما میخوره مثلا اگه بخواستید دروپا جوملا و وردپرس رو با هم مقایسه کنید میتونید بید از این وبسایت مقایسه کنید که خیلی از دانشجوها هم همین وبسایت سر میزنن وقتی که میخوان برن مثلا پراجکت چیزی طراحی بکنن اما اگه بخوام CMS ها رو مقایسه بکنیم یعنی اینجا من سه تا درسی که به شما دو تا درسی که به شما دادم با این درس آخر CMS Drupal, سومی درس میشه میخوام اینا رو با هم مقایسه بکنیم اول به چه صورتی مقایسه بکنیم اینا رو به صورت کیفیتی بعد مقایسه بکنیم که جمع این کیفیت ها رو باید در نظر بگیریم ببینیم کدومش بهتره کدومش به درد ما میخوره خب یکی از این کیفیت ها هست اسمش از abilities abilities یعنی توانایی هایی که CMS داره دومیش هست support support هم یعنی support میشه چجوری پشتیبانی میشه سومی usage از یعنی چقدر ازش استفاده شده چقدر میتونید ازش استفاده بکنید برای پراجکتتون و آخر هم میچوریتی از میچورتی یعنی اینکه شما باید ببینید سی شما چقدر توی بازار بوده مثلا کی درست شده چه سالی درست شده و چقدر پیر هست چقدر جوون هست بعد اینا رو در نظر بگیرید احتمالا اونایی که فکر میکنن جوون, بودن سی بهتره نه اتفاقا پیر بودن سی خیلی بهتر است تا اینکه جو جوان بودنش به خاطر اینکه دیولپرها برنامه نویس های بیشتری سی رو اشکالاتش رو برطرف میکنن ولی وقتی که جوان باشه خام هست و هنوز اشکالات داره باگ داره اما اول میریم سراغ بیلیتی یعنی توانایی های سی چه توانایی های جروپال داره جوملا داره و وردپرس داره اول توانایی که جروپال داره اینه که شما با جروپال میتونید 20 هزار مثلا ریکوست در ثانیه در ثانیه رو میتونید چیکار بکنید اجرا بکنید این اثبات شده من نوشتم پروون میبینید که مثلا وبسایت کاخ ریاست جمهوری مثلا آمریکا به نام whitehouse.gov با جروپال ساخته شده به خاطر اینکه جروپال خیلی خوب میتونه هندل بکنه تعداد آدم های زیادی رو که به این وبسایت سر میزنن بدون که حتی یک ارور هم بده ولی برخلافش جوملا این کار رو نمیتونه انجام بده یا وردپرس هم همینجور پس این خیلی مهمه که جروپال میتونه این کار رو انجام بده و جروپال خیلی پرایز شده با ها یعنی اینکه خیلی دوست داشتنی از نظر برنامه نویس هم. مثلا خود من که برنامه نویس هستم جروپال از وردپرس و جمله بیشتر دوست دارم نه اینکه به خاطر اینکه قشنگه به خاطر اینکه میتونم خیلی اکستنسیبلش کنم میتونم خیلی مثلا چیکارش بکنم میتونم بیشتر توسعه بدمش تا اینکه بخوام برم وردپرس رو یاد بگیرم مثلا وردپرس رو شما میتونید توسعه بدید ولی بعد برید یاد بگیرید شما با تنها زبان یاد گرفتن پی پی خیلی راحت میتونید جروپال رو توسعه بدید بدون اینکه اصلا برید یاد بگیرید مثلا برخلاف وردپرس که بود مثلا فانکشن میخواستیم درست بکنیم بعد برفتیم NQ میکردیمش یا اسکریپت می رفتیم ان کیو خب این چیزا رو باید یاد بگیرید توی وردپرس اما دروپال این چیزها رو نمیخواد خیلی راحت شما میتونید چیکارش بکنید اکستنسیبلش بکنید و فول سی ام اس اما جوملا خیلی خوبه برای چی دیزاین و برای پرینتبیلیتی یعنی خیلی قشنگه تنها وبسایت های قشنگ ترین وبسایت های توی مارکت با جوملا ساخته شدن یعنی جوملا از نظر من از وردپرس و دروپال قشنگتره یعنی وبسایتش قشنگتره وبسایتی که من واسه دوستم مثلا درست کردم بهشون نشون دادم با جوملا بود به خاطر اینکه خیلی قش... وبسایت قشنگی از من میخواست و خیلی برای اونایی که دیزاینر هستن اونایی که طراح هستن همیشه انتخاب اولشون جوملا هست به خاطر اینکه خیلی راحت میتونن طراحی بدن مثلا خیلی راحت میتونن منیو رو بردارن بزنن سمت چپ پایین بالا وسط هر که دلشون میخواد و وردپرس چی وردپرس خیلی آسونه و استارت هم خیلی آسونه و خیلی چی شده پرایز شده با اونایی که بیگینر هستن یعنی اونایی که تازه کارن خیلی دوست دارن این وردپرس رو و به خاطر اینکه همه اول تازه کار هستن میرن وردپرس انتخاب میکنن و خب اون رو بعدن که پخته میشن به همون چسبیدن دیگه و اون رو توسعه میدن بخاطر همین می نوشتم CMS نیست، فول CMS نیست، وردپرس بلاگین پلتفرم هست یعنی پلتفرمی هست که بخوا... برای بلاگینگ درست شده مثلا شما میتونید برید یه وبسایت سایت بسازید و بعد برید اون رو یه لینک بالای مثلا منیوتون درست بکنید و لینک بکنید به یک وبسایت دیگه که با جو... وردپرس ساخته شده و اون فقط چی؟ بلاگینگ هست، یعنی بلاگ میکنه میتونید این کار هم بکنید اگر به خاطر اونه که میگم ستاش هم خوب یاد بگیرید و ولی وردپرس خیلی سریع داره رشد میکنه سپرایزی هم نیست به خاطر اینکه وردپرس در آینده این دوتا رو هم به سلام میگن تو جیبش خواهد گذاشت به خاطر اینکه خیلی برنامه نویس داره در مورد وردپرس حتی خیلی بیشتر از جملا و روپال و تمام این اطلاعات بر حسب چیه آرگیو argue, argue, هست اینکه هنوز مردم دارن در رابطه با این با هم بحث میکنن که کدوم رو انتخاب بکنن برای توسعه دادن و برای چیکار کردن کار کردن پس اینا چیه اینا همشون در حال بحث هستش توی وبسایت بک اند بتل میتون پیدا بکنید حالا من به شما میگم اما در مورد ساپورت دروپال جوملا و وردپرس اینجوری ساپورت میشن که Uh, جروپال اسم اونی که ساپورتش میکنه اسمش از درایز بایترت بای و توی وبسایت اکویا اکویا میتونید سپورتش رو ببینید جوملا لیدرشپ تیم داره زیاد خوب سپورت نمیکنه جوملا یعنی شما مشکلی داشته باشید زیاد خوب سپورت نمیکنه مگر اینکه برید با دیولپرایی که دارن باش کار میکنن مشکلتون مطرح بکنید امیدوار باشید که مشکلتون کوچیکه وگرنه خیلی سخته که مشکلتون حل بشه توی جملا ولی وردپرس مت مولن وگ درستش کرده و وبسایت اتوماتیک با دابل تی دات کام، سپورتش میکنه جروپال 67 تا دا مشاور داره که توی جروپال دا اورک هستن و 10 نفر هم کار میکنن توی همون جملا دا اورک شما میتونید ازشون کمک بگیرید 94 تا مشاور توی جملا هست که توی جملا دا اورک کار میکنن و خیلی از شاپ های بزرگ هم ازشون استفاده میکنه وردپرس 150 تا مشاور داره که از همهشون بیشتره توی codepoet.com میتونید پیداشون بکنید codepoet یعنی شعر کودی یا همچین چیزایی نوشتنیه. دیگه اما در مورد یوسیج یوسیج دروپال 50 هزار تا ببخشید 500 هزار تا اکتیف سایت دارن با دروپال uh, کار میکنن که میشه 39 از 10000 نفر توی اونایی که دارن توی چی میگن توی سایت ها کار میکنن 39 out of 10000 یعنی 39 نفر از 10000 نفر دارن در رابطه با جومپال جم... کار میکنن اما جمله معلوم نیست که چقدر وبسایت در رابطه باش ساخته شده چون آمار سعید در دست نیستش. اما 21 نفر از ده هزار نفر چی دارن جملا رو چکار میکنن استفاده میکنن و وردپرس هم 141 نفر از 10000 نفر داره در رابطه باش کار میکنه 25 میلیون سایت توسط وردپرس ساخته شده و 12 میلیونش داخل وردپرس چی شده ساخته شده پس اینا هستن پس شما میبینید که دروپال آمالش از جمله هم بیشتره و کارهایی که شما میتونید با جمله بکنید با وردپرس و کاری که شما میتونید با دروپال دروپال آه، اون آبیه انجام بدید با جملو و وردپرس نمیتونید انجام بدید چون که دروپال خیلی کارهایی که رو که شما مثلا مثل ریکوست مثل لاگین پیج های خیلی پیشرفته اینا رو خیلی درست کردن سخته توی وردپرس و جوملا پس اینا هم این هم خوبه بدونید که انتخابتون چیه و میتونید برید داخل بک اند battle.com اطلاعات رو در مورد وردپرس جوملا و روپال پیدا بکنید و یادتون باشه وردپرس پلت بلاگینگ پلتفرم هست یعنی پلتفرمی هستش که برای به درد بلاگینگ بیشتر میخوره ولی شما خیلی کارهای دیگه باش میتونه انجام بدید پس آمارش رو اشتباه نگیرید با اونی که سی ام اس سی ام اس ها بیشتر مثل جوملا و دروپال هستن هست. آخرم در مورد میچورتی میخوام صحبت بکنم ببینید دروپال از سال 2001 داره توسعه میده یعنی قدیمی ترین سی ام توی بازار دروپال هستش 500 تا پوسته میتونید ازش در بیارید و شما میتونید پوسته خودتون هم درست بکنید بهتون یاد هم خواهم داد و جوملا از سال 2001 اه, درست شده باز هم ولی 2005 خوش رو جدا کرد از وبسایتی نمیدونم به اسم مومبای همچین چیزی جدا کرد خودش رو و 2005 به عنوان joomla.org مستقل شد و 1600 تا تمپلت میتونید ازش در بیارید و وردپرس هم سال 2003 ساخته شد یعنی جوان وردپرس هستش حتی جوملا شاید گفت تر از وردپرس هستش اگر میخواید کلا در نظر بگیرید دروپال از همشون قدیمی تر است 1200 تا پوسته میتونید از خود وردپرس در بیارید اما بیشتر هم میتونید اما درست و حسابی شو من گفتم 1200 تا وگرنه خیلی بیشتر از اینا هستش